کتاب را که باز می کنی دوباله یک پرنده را گشوده ای، پرنده ای که از زمین تو را به شهرهای دور، تو را به باغهای نور می برد. زهر کجا که بگذری به ارمغانی از خرد، به خامه تو روشنی می آورد. گشوده باد بالهای مهر او که جاودانه بر فراز می پرد. بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسترون. خداوند نویسنده نون و قلمه. سلام. سلام به اونایی که هیچ وقت با کتاب که بهترین همنشینشونه قهر نمی کنن. سلام به اونایی که بهترین یار مهربونشون کتابه. سلام به اونایی که لحظات تنهاییشون فقط و فقط کتابه. کتاب گل همیشه بهار دوستی و میوه چهار فصل باغ اندیشه هاست. بسم سلام. به سلام آقا امین. مخلصم. خسته نباشی. خوش گذشت. توپ عالی. عالی کلا. میگم اون کتابی که میخواستی خودش به خستگیش میارزید. راستی؟ جبت. حالا تو که میگی به خستگیش میارزید، اون کتابی که میخواستی گیرت اومد یا نه؟ کتابی که میخواستی راجع به اون درسه بود؟ آره. نه بابا، ولی به جاش کلی عتیقه گیر آوردم. راست میگی؟ آره بیا ناکو خدا وکیلی. مگه تو نمایشگاه کتاب عتیقه فروشی هم هست؟ قاسم دوزاری همچی تاب داره ها. خب عزیز من یه جوری صحبت کن ما هم بفهمیم، واضح‌تر صحبت کن دیگه. اجازه بده ببین. ای بابا نگاه کن قاسم، این کتاب کلی عکس داره. نگاه کن این یکی کتاب کلی بار علمی داره. بح بح بح. این کتاب خیلی خوشخط نوشته شده. واه. این یکی کتاب همچین خارجیه، کل هم اساساً چاپ و همه چیز خارجیه. خارجی دیگه چی میخواد بهتر از این میخواد؟ میگم اینا کتا... اینا همش مرتبط با درسته، یعنی همه رو باید بخونی. خیلی ها تازه قاسم اینا کجاش به درس و سن و سال من میخوره؟ یه خود فکر کن. خب اگه اینا ربطی به سن و سالت نداره برای چی اینا رو خریدی؟ آها حالا رسیدیم سر اصل مطلب. ببین پسر خوب، اینا همش دکوریه. دکوریه؟ یعنی چی؟ ببین قاسم جان، من کلی پول بالا اینا دادم. خب که بیام چیکار کنم؟ که بیام ناکو مثل این بالا بیام مرتب تو قفسه بچینمشون. خب به ترتیب، به ترتیب قطع، همینجوری از بزرگ بیاد به کوچیک. خب تو که برای بچه فامیل که میان همچین پوز بدم و بگم که آره ما هم خلاصه کتابخونه داریم و کتاب داریم. باریکلا. ببینم عقل کن، مگه میشه کتاب رو وسیله فخر و مباهات و یا به قول شما پوز دادن قرار بده؟ البته طبق فرمایشات جناب عالی که دارید اینجا فرضیه برای خودتون مطرح میکنید. چرا که نه؟ ببین قاسم جان، بعضیا خب عقلشون تو چششونه. خب وقتی میان یه جایی میبینن، مثلا توی خونه میبینن، میبینن که به به چه کتابخونه ای، چه کتابایی، چه کتابای جور و جور، کتابای رنگ و رنگ، کتابای قطور و کلو. وقتی میبینن میگن که به به چه پسر درس خونی، چه پسر با مطالعه ای، این ته مطالعه است، این خود بچه مثبته، آخرشه. ببینم عقل کل، حالا اومدیم و یه نفر اومد اون بنده خدا با مطالعه بود، چهار تا سال از شما کرد از این کتابا، بعد شما که آه در بساط نداری چطور میخوای جوابشو بدی؟ ها چی میخوای بگی؟ اون وقت چیکار میکنی؟ نه چیکار میکنی؟ نه چیکار میکنی؟ نه سب کن الان جواب میدم. ای کاری نداری که باز اینجا یه جوری میپیچینی بهش. یعنی من متاسفم با صراحت تمام با لبخند میپیچینی. نه ببین میپیچینی بهش. باریکلا باریکلا، یکم سنگین باش. یا اینم یادت باشه قبل از اینکه کسی رو بپیچونی این خودت هستی که پیچیده میشی. میشه بگی برای چی؟ عزیز من کدوم عقل سالمی ها دیدی که به خودش اجازه بده از کتاب به عنوان دکوراسیون خونهش اتاقش استفاده کنه؟ ها
عزیز من امین جان، کتاب یه منبع مطالعاتیه، یه مرجع است. میفهمی اینو؟ میفهمی یا نه؟ مهم این نیست که شما چقدر کتاب تو کتابخونه یه چه میدونم خونت و مدرسه و اتاقت و این چیزا داری، مهم اینه که چقدر کتاب اینجا ای منو تو این مغزت داری. من الان اشاره میکنم اسمش هم میگم، چقدر کتاب تو این مغز داری. اینجا یه جورای آرشیف مخزن، یعنی همون آرشیو و مخزن مطالعات آدمیه. فهمیدی الان؟ قاسم چرا همش تو باید منو پشیمون کنی؟ بنده این کارو نمیکنم. حالا میگی با این کتابو چیکار کنم؟ آها ببین، من پشیمونت نکردم، راهنماییت کردم، هیچی دیگه. سری برو نمایشگاه، هر چی کتابا رو خریدی برو پسشون بده. صبر کن، حالا بذار مهربونانه تر بهت بگم. برو عزیزم، برو همون جایی که این کتابا رو خریدی پس بده. بعدم شاید یه کسی الان دنبال این کتابا میگرده، در به در محتاج این کتاباست، و شما اینا رو برداشتی آوردی خونه که چی؟ فخر و مباهات و پوز دادن قرار بده از این حرفا. خیلی خوب، یادت هم باشه. نه بذار بهت بگم. نه من باید بگم، یادت نره که این کار اشتباهه، هیچ وقت این کارو تکرار نکنی. فراموش نشون ها. چشم بودو باری کلا خلافز. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان من سلام، حالتون چطوره؟ میبینم که همه تون الحمدلله لبخند دارید میزنید و گل لبخند رو لباتون نشسته. امیدوارم که این لحظه که مهمون شما عزیزان هستم به هممون خوش بگذره. من یه سوال دارم از شما، چند تا دوست دارید؟ چقدر دوستشون دارید؟ کدوم دوستتون رو بیشتر از همه دوست دارید؟ من امروز یکی از دوستانم رو همراه خودم آوردم اینجا تا مهمون شما کنم. کیه؟ نه خجالتی نیست، الان کنار منه، بهتون نشونش میدم. بهترین دوستمه، خیلی دوستش دارم، و اون کتابه. همیشه با منه، هیچ موقع منو تنهام نذاشته. هر موقع نگاش کردم، مطالبش رو خوندم، خیلی چیزا به من یاد داده. راستی این شعر قشنگ رو همه گوش کردید. من یار مهربانم، دانا و خوشبیانم، گویم سخن فراوان با آن که بی زبانم. چطور یاریه کتاب؟ چطور یاریه که میگه من دانا و خوشبیانم، گویم سخن فراوان با آن که بی زبانم؟ پندت دهم فراوان، من یار پنددانم، من دوستی هنرمند با سود و بی زیانم. از من مباش غافل، من یار مهربانم. حتما این شعر زیبا رو تو کتابا دیدید، یه جای دیگری خوندید. سخن از کتاب و زبان حال کتاب. گاهی از خود درباره همین یه بیت شعر من سوال کردم. آن شما هم سوال پرسیدید درباره مصرع دومش که میگه دانا و خوشبیانم. اصلا جای سوال نیست، همه هم میدونیم. یا اون جایی که میگه گویم سخن فراوان با آن که بی زبانم، اگر واقعا عادلانه به این مصرع نگاه کنیم، همه قبول میکنیم که بله کتاب سخنهای فراوانی داره، حرفهای زیادی میزنه با آن که زبان نداره. اما جزء اولش که میگه من یار مهربانم، آیا کتاب یار مهربانه؟ آیا دانا و خوشبیانه؟ آری کتاب خیلی بیان، خیلی مهربانه، خیلی دوست داشتنیه. اما فرق میکنه ها، بستگی داره چه کتابی میخوایم بخونیم، چه کتابی قرار ما مطالعه کنیم، چه کتابی بخونیم تا دانایی کتاب و بیان خوشش تأیید بشه. بگذاریم، من این دوستمو که امروز آوردمش اینجا و خیلی از شماها هم این دوست رو دارید، میخوام بگم چقدر از وقتمون رو با این دوستمون میگذرونیم. این یار مهربان رو چقدر وقت میگذاریم براش؟ بچه با دوتا واقعا همیشه با همین. این کتاب هیچ وقت منو تنها نذاشته.
خیلی به من کمک کرده. مثلا تو سن تکلیف به من یاد داد چطور نماز بخونم، چطور روزه بگیرم. بهترین هدیه‌ای که برای هر کسی میشه برد مخصوصا در زمان سن تکلیف کتابه. کتابی که مسائلش رو بهش بگه، بگه چطور استفاده کنه ازش. کتاب یه معلم خوبه، خیلی چیزها رو به ما یاد میده. اگر میخوایم یاد بگیریم، اگر میخوایم یاد بدیم، اگر میخوایم بفهمیم چطور باید خیلی کارها رو انجام بدیم، باید سراغ کتاب بریم. آره همین کتابایی که دور و بر ماست. راستی چقدر وقت صرف میکنیم برای کتاب خوندن؟ چقدر وقت صرف میکنیم برای تلویزیون دیدن؟ چقدر وقت صرف میکنیم برای تو کوچه و بازار رفتن؟ چقدر وقت صرف میکنیم برای خوابیدن؟ چقدر وقت صرف میکنیم برای غذا خوردن؟ چقدر وقت صرف میکنیم با دوستان نشستن و شاد بودن؟ همش هم خوبه. چقدر وقت صرف میکنیم برای کتاب و کتاب خوندن؟ راستی چقدر هزینه میکنیم برای کتاب؟ الان که داشتم میومدم یکی از دوستان رو دیدم، بچه ها رو دیدم، دیدم یه عالمه کتاب خریده. گفتم باری که الان پولش از کجا آوردی؟ گفت از پول قلکم، پولایی که تو جیبی که بابام بهم میده جمع کردم. کتابای قشنگی بود، کتاب شعر بود، داستان بود، زندگی علما بود، کتابای خوبی بود، خیلی کتابای قشنگی بود. راستی تو ما چقدر پول تنقلات میدی؟ اگر یه مقدارشو بذاریم کنار تو ما یه کتاب بخریم و یه کتاب بخونیم، چقدر معلومات ما زیاد میشه. من یه استاد بزرگی داشتم، خدا رحمتش کنه، میگفت من غیر از مطالعات دانشگاهیم که باید سر کلاس تدریس کنم و مطالعاتی که باید برای سخنرانیام داشته باشم، روزی 2 ساعت رو حتما مطالعه آزاد دارم. بعد یه دفتر داشت، تو 365 روز هر روزی یک کلمه یادداشت کرده بود. میگفت هر روز یک کلمه جدید یاد میگیرم، یادداشت میکنم. پایان سال تو دفترش 365 تا کلمه جدید یاد گرفته بود. خیلی قشنگ بود، یادداشت میکرد. اگر پول نداریم، کتابخونه که اطراف ما هست، میتونیم بریم اونجا عضو بشیم، یه کتاب بگیریم. دوستانمون کتاب دارن، کتابامون رو بهشون قرض بدیم، ازشون کتاب بگیریم و مطالعه کنیم. سعی کنیم این فرهنگ کتاب و کتابخونی تو جامعه ما ترویج پیدا کنه. خیلی وقتمون داره تلف میشه، یه مقدارش رو لااخر بگذاریم برای کتاب خوندن. میگن آقا چه زمانی ما باید کتاب خونی رو شروع کنیم؟ الان روانشناسای تربیتی اومدن از لحظه‌ای که بچه به دنیا میاد براش کتاب دارن. یه سری کتاب‌های رنگ به پدر مادرها، به والدین میگن به چشم بچه‌ها نزدیک کنید، از فاصله مثلا 40 سانتی متری 50 سانتی متری به چشم بچه‌ها نزدیک چشم بچه‌ها بگیرید، بچه ببینه کتاب رو. الان ذهنش عادت کنه به این رنگ‌ها، 3 ماهش میشه کتاب عوض میشه. 3 ماهگی تا 6 ماهگی یک کتاب، 6 ماهگی تا 9 ماهگی یک کتاب، 9 ماهگی تا 12، همینجور یک کتاب. تا اون لحظه‌ای که بچه گوشش عادت میکنه، ما میتونیم براش قصه هایی که تو کتاب ها نوشته بخونیم. تا اون لحظه‌ای که آموختن رو یاد میگیره، بهترین وقته که کتاب خوندن رو بهش یاد بدی، مطالعه کنه. این بهترین دوست هر فردیه. شما به وقتی که بررسی کنید میبینید هر لحظه ای که شما دارید کتاب میخونید، با این کتاب دارید رفیقتر میشید، آشناتر میشید، مهربونتر میشید. اما همه کتابی رو نباید بخونیم، دقت کنید. کتاب خوب باید ویژگی هایی داشته باشه. به نظر من یک کتاب خوب چند تا ویژگی رو باید دارا باشه. 1، از نظر محتوا نیازهای فردی که داره این کتاب رو میخونه مرتفع. خب حالا من چه نیازی دارم؟ یک کتاب علمی دارم میخونم، یک کتاب مذهبی دارم میخونم، یک کتاب شعر دارم میخونم. وقتی این کتاب رو میخونم باید یه چیز عایده من بشه، یه چیزی دستم بیاد. این خوب، کتاب اگر این مشخصات رو داشته باشه و چیزی رو به من بده خیلی خوبه. 2، کتاب باید فاقد غلط املایی باشه. من بعضی کتاب ها رو دیدم غلط املایی داره. آره شاید تو چاپ هم باشه، ولی باید بهترین کتاب ها اینه هاییست که غلط املایی نداشته باشه. 3، کتاب خوب کتابیه که یه درس جدیدی به من بده، یه درس تازه و نو به من بده.
4. خواننده باید وقتی کتابش تمام شد احساس رضایت کنه از خوندن این کتاب. نه میگه اه این چی بود من خوندم، کتاب رو پرتش کنه اون طرف. نه، باید خرسند باشه از اینکه این کتاب رو خونده. 5. زبان نگارش و موضوع آن به گونه‌ای باشه که خواننده رو به خود جذب کنه. بعضی کتاب‌ها رو من برمی‌دارم خودم وقتی می‌خوام مطالعه کنم، می‌بینم صفحه اولو که خوندم دیگه نمی‌تونم راهش کنم. هی خونه صدا می‌زنن، وقت غذاست، میگم الان میام. یه صفحه دیگه بخونم، یه دو صفحه دیگه بخونم. تو اتوبوس می‌شینم، برم محل کارم، تو مترو هستم، می‌خوام برم محل کارم، تو قطار هستم، می‌خوام برم شهر دیگه، کتابمو باز می‌کنم. دارم مطالعه می‌کنم. لحظه به لحظه دارم این کتاب رو خیلی قشنگ نگارش شده. این کتابا یکی از بهترین کتاباییست که خیلی خیلی فایده داریم. سعی کنیم کتابها رو مطالعه کنیم، یک کتابخانه خصوصی برای خودمون درست کنیم، یا کتابها رو بریم بدیم به کتابخانه‌های عمومی، ما خوندیم دیگران هم استفاده کنن. اگر میبینم نه در آینده خودم هم بهش احتیاج دارم، الان لازم دارم، الان یک کتابخانه درست کنم. بعضیا کتاب رو میخونن پرت میکنن اون طرف، میبینید پشت جلد کتاب به عنوان دفتر تلفن دارن استفاده میکنن، تو کتاب به عنوان برگه یادداشت دارن استفاده میکنن. خیلی خوب نیست. اگر هم انشاءالله رسیدیم به جایی که تونستیم تحقیقات کنیم و خودمون کتاب بنویسیم، سعی کنیم این 5 موردی رو که بنده گفتم رعایت کنیم، یه کتاب خیلی خوبی بشه. و چقدر ثواب داره کتاب نوشتن، که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن هرگاه مؤمنی از دنیا بره و ورقه‌ای باقی بگذاره، یعنی حتی یه ورق دست نوشته او باشه که بر آن علمی نوشته شده باشد، آن ورقه در قیامت مانعی است بین او و آتش جهنم. یعنی همین ورق نمیگذاره او رو تو آتش جهنم بسوزوننش. موردی که علمی باشه، بررسی کرده باشیم، تحقیق کرده باشیم و واقعا حساب شده یه مطلبی رو نوشته باشیم، کتابهایی رو استفاده کنیم، کتابهایی باشه که نیازهای ما رو برطرف کنیم. دوستان من، سعی کنید برنامه ریزی تو زندگی داشته باشید. فرض بر این بگیرید عوض اینکه شبانه روز 24 ساعت باشه 23 ساعته. 23 ساعتتون رو برنامه ریزی برای تمام کاراتون بکنید. یک ساعتش رو بگذارید برای درس خوندن، برای مطالعه کردن. مطالعات آزاد داشته باشید. هیچ چیز مانع نشه این مطالعه از شما دور بشه. من امیدوارم همه ما جزء مطالعه کنندگان باشیم و روز به روز بر فهم و درکمون افزوده بشه. موفق باشید. آمارهای مربوط به کتابخانی در بعضی از خانواده ها خیلی نگران کننده است. قاسم، من یه جای خوندم خب بعضی از خانواده ها در سال فقط چند ثانیه مطالعه دارن. یعنی فاجعه. امین جان، تو میدونی علتش چیه؟ قاسم، به نظر من یه علتش میتونه پایین بودن تیراژ کتابا باشه. ببین، گرونی کاغذ، طولانی بودن مراحل چاپ، در پی اونم گرونی کتاب. آها، یعنی شما معتقد هستی که به خاطر اینا خانواده ها نمیان مثلا کتاب ها رو بخرن، تهیه کنن. ولی من میگم این یه درصد کمی از اون علتی که من میخواستم هست. ببین، من میگم بعضی از کالاها هستن که خانواده ها اصلا کارش ندارن، قیمتش هم خیلی گرونه، ولی میان اونو تهیه میکنن. به نظر من علت اصلیش این میتونه باشه که در این زمینه فرهنگ سازی نشده. واضح تر بگم، اگه به شمای نوجوان یا من جوان بیان بگن که آقا با خوندن کتاب میتونی در طول یک ماه چیزایی یاد بگیری که از کوچه و بازار، یعنی مردم عادی، یاد نمیگیری، اون وقت من دیگه اصلا کتاب رو رهاش نمیکنم. دوست همیشگی میشه کتاب، همیشه کتاب میخونم. حالا جدای از بحث فرهنگسازی که میگه قاسم، به نظر من دوست داشتن و علاقه نسبت به مطالعه میتونه شرط اساسی باشه. چجوری؟ ببین، مثلا شما خب به یک کتاب خیلی علاقه داری، مثلا یک کتاب داستان، خب دیدی با چه ذوق و شوقی سمتش میری و مطالعهش میکنی و تا آخرش هم میری، بعد مثلا نگاه به ساعت میکنی چقدر وقت گذشته داری کتاب میخونی. درسته درسته. حتی علمای بزرگ ما وقتی مبادرت به خوندن و نوشتن میکردن، اصلا دیگه وقت، زمان براشون ارزش نداشته. توی یه کتابی میخوندم خاطره ای از آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه، که ایشون میفرماید من یه شب
درباره یکی از علوم اصول مطالعه میکردم و مینوشتم. اونقدر غرق مطالعه بودم که اصلا رنج بیخوابی به این دست نداد، تا اینکه یه موقع صدای از اون شنیدم. وقتی به خودم اومدم دیدم که از اون صبح داره میگه، دیدم که اصلا من از سر صبح، یعنی از سر شب تا صبح نماز صبح داشتم مطالعه میکردم و اصلا هیچی هم متوجه نشدم و خستم نشده بودم. چرا؟ چون غرق در مطالعه شده بوده. حتما بهش میگم. نه چرا قد هرس میخوری تو؟ نه 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 طوری نشده، من حتما بهش میگم. کار نداری الان؟ باشه خدا حافظ. تو گوشیت خرابه؟ نه. پس چرا گوشی سروشو بند نمیداری وقتی قد زنگت میزنه؟ بلش کن بابا، اونم بیکاره، هی را برا زنگ میزنه. یعنی چی بیکاره و زنگ میزنه؟ میدونم چی کار داره. تو میدونی چی کارت داره و بند نمیداری گوشیشو؟ آره. یعنی چی؟ چی کارت داره حالا؟ بابا چند روز پیش رفتم یه کتاب ازش گرفتم بخونم دوباره بهش پس بدم. خب حالا هی را برا زنگ میزنه. چه کتابی؟ همون کتاب داستانی که خودت هم خوندی. کتاب داستان تخیلی؟ آره آره، خیلی قشنگ. یعنی چی؟ یعنی هنو پسش ندادی؟ نه. نه یعنی چی؟ آه چه فرقی میکنه قاسم، ببین چه تو کتابخونه اونو افتاده باشه خب، چه تو خونه ما باشه. قاسم جان چه فرقی میکنه دیگه؟ چه خنده، ببن ساکت باش، حرف نزن. حرف بزنم بسه دیگه. چش بفهمید شما که کله هم توی برنامه ما رو پشن میکرد. جدی باش کردی. نه جدی باش عزیز من، تو الان سه ماه، اون وقت میگی چند روز، سه ماه رفتی اون کتابو از اون بند خدا گرفتی به رسم امانت، حالا نمیری پسش بدی؟ عزیز من اون کتاب سه ماه اینجاست، اون بند خدا چه گناهی کرده که اون کتابو به عدد تو نمیری پسش بدی؟ ها ظریفی میگه، ظریفی میگه امین جان، بزرگترین دشمن کتاب دوست کتابه، که کتابی رو میگیره به رسم امانت ولی پس نمیده. نکن این کارو قاسم. این برنامه اول تا آخر منو هی پشیمون کردی، هی نادم شدم الان چیکار کنم؟ تو هم حالا گیر داده به نادمی و پشیم، دارم نصیحتت میکنم یاد بگیری چیکار بکنی چیکار نکنی. چش حالا من کوچیکتر از اون حرفا ما، ولی که دوستانه میگم به کتاب خونیم اصول خاص خودشو داره. راستی همینجا تو میدونی ما بچه کتاب هایی رو بخریم؟ قاسم یه بار نشودن این سوالای سخت از من نپرسی. خب معلومه دیگه، کتابی که بهش نیاز داریم. خب بله درسته، اما ما باید برای خرید کتاب ها به چند تا فاکتور چیکار کنیم؟ توجه کنیم. یک، اولیش باید کتابی رو خریداری کنیم که چی؟ ما اون کتاب رو یه روز از کتابخونه مثلا امانت گرفتیم، مطالبش رو خوندیم، ازش خوشمون اومده، حالا دوست داریم این نسخه رو تو کتابخونه خونمون داشته باشیم، بذاریم تو کتابخونه اتاقمون. و دوم، کتابهایی که مثلا ما اونو دوستش داریم، دوست داریم هفته یک بار بخونیم، مطالب خیلی جذاب و خوندنی رو داره، دوست داریم به بقیه هم بگیم که آقا این کتابو ما داریم تو خونمون. و سوم، کتابهایی که بچه ها کاربرد تخصصی دارن، مثل کتابهای درسی یا کتابهای مرجع مثل لغتنامه. قاسم جان من حالا یه سوال از شما دارم. بفرمایید. شما میدونید چه کتابهایی رو باید از کتابخونه بگیریم؟ یعنی امانت؟ بله به طور امانت. خب چه سوال سختی پرسیدی؟ عدای منو در بیاری ها؟ نه، کتابایی که در دسترسمون نیست. دست درد نکنه. اینی که میگه درسته، ولی چند تا دیگه هم هست. بفرمایید. یک، کتابهایی که میخوایم برای یک بار بیشتر نخونیمشون. دو، کتابهایی که وقت زیادی رو باید برای خوندنشون بذاریم و در حوصله ما نمیگنجی که بخوایم تو کتابخونه بشینیم و اون رو مطالعه کنیم. سه، همین که آقاسم گفت، کتاب هایی که گرون قیمت هستن و در وسع ما نیست که اونا رو بتونیم خریداری کنیم. درسته. و اما کلام آخر، سه مسخره نکنی، حالا یه سوتی دادیم دیگه. بزرگی میگه که اگر کتابی رو خوندید، یعنی یه کتاب خوبی رو خوندید و به اهدافتون نرسیدید، قطعا باید اهدافتون رو تغییر بدید. آن یار که خاموش و سخنگوست کتاب است، آن کس که نکوخواب و نکوخوست کتاب است، آن دوست که بی رنج و تمنا و توقع باشد به جهان از دل و جان دوست کتاب است. تا ورقی دیگر از کتاب قطور زندگی، خدا حافظ. خدا نگهدار.
میگم بریم همینجا. قاسم جان دست دهن نکن، خیلی خوب بشه. من کتاب میخوام بهت هدیه کنم، این قابل شما رو نداره. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. حالا این کاری که کردی من یکی دیگه کتاب بدم که نیاز داشتی بفهم. دست درد نکنه. الحجة ابن الحسن اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك رحمتك يا أرحم الراحمين.